پس ای سالک صادق، اگر طالب درک مقام تن واحد هستی، بدان آگاه باش که جان در جهان یکیست. پس هر جزء از اجزای هستی که نام و صفت گرفته، به علت وجود نور الهی در درونش از تقدس برخورداره و هر آینه این نوره که تو را به اقیانوس وحدت وجود و یا وحدت شهود راهنمایی میکنه. پس دقت کن، از منظر یک عارف کامل، حتی حرمت هر مخلوقی یا پوشاندن تقدس هر ذره از ذرات جهان هستی، موجب ایجاد حجاب‌های ظلمانی و نفسانی و شیطانی و همچنین باعث بروز کفر و شرک در وجود تو خواهد شد. عزیزانم، بسم الله الرحمن الرحیم که در ابتدای همه سوره ها تکرار میشه، داره یک کلیتی رو مطرح میکنه که توجه ما رو به اسماء و صفات و تجلیات خداوندی جلب کنه و به یاری حضرت حق انشاءالله قراره که ما رو از طریق برگشت و رسیدن لطایف عشره و جواهرات ربانی امانت شده از طرف اون محبوب ازلی به اصل خودشون در فوق العرش و فانی شدن اجزای وجودمون در دریای بیکران اسما و صفات الهی مراتب کمال رو طی کرده و به ارتقاء دید و روشنبینی و وحدت برسیم. فرزندانم، برای همینه که در مراتب سلوک عارفانه، فنائف الله و در نهایت نوشیدن از چشمه جاودانگی بقای بالله مطرح میشه و به جز موارد بسیار نادر و محدودی که در دوایر و مراقبات خاص در مراتب پایانی سبقات چهلگان مطرحه و اون هم مختص سلاک منتهی در حوزه سیر در ذات محسوب میشه، تمامی تعالیم عرفان عملی به مرتبه فنائف الله اشاره میکنه. پس ای سالک صادق، هرگز مفهوم آیه شریفه فعینما تولو فثم وجه الله رو فراموش نکن، چون که این آیه مفتاح فهم کلمه بسم الله و رسیدن به درک مرتبه تن واحد هستش. خب عزیزان، اگه موافق باشید بریم به سراغ مبحث مهم لفظ رحمان در ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم. از منظر شریعت همه ما میدونیم که خداوند اسماء بسیاری داره، ولی از میون همه اونها فقط رحمان و رحیم انتخاب شده تا بر فراز همه سوره های مبارکه حضرت قرآن قرار بگیره و همانا این حسن انتخاب نشانگر بخشندگی و رحمت واسعه حضرت خداوندی هستش. پس یادمون باشه، هر جا که باشیم باید اون کلید گنج خانه عرش رو نصب العین خودمون قرار بدیم و تسلیم رحمانیت و رحیمیت حضرت حق باشیم و این تنها راه نجات یک انسان از عالم کثرت و دوگانگی هستش. و اگر واقعا طالب رستگاری صریح و مطمئن هستیم، باید پیرو همین اسماء الله که در رأس سوره های مبارکی حضرت قرآن متجلی شده باشیم. عزیزانم، باید به یاد داشته باشیم که حضرت دوست فرمود فتبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، یعنی همواره از بهترین آنچه که از سوی پروردگارتون نازل شده پیروی کنید. پس عاقلان است که بهترین ها رو دریابیم و بهترین ها رو پیرو باشیم. به یاری خدا، مطابقت از گوهر گرانبهای حضرت قرآن یعنی ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم، درهای خیر و برکت و کمال و رستگاری رو به رومون باز خواهد کرد. در ذهن فراموش نکنیم که تسلیم هر کی و هر چی که باشیم، همون چیز به سوی ما جاری میشه. حضرت پیر میفرمایند ناریان مرناریان را جاذبند، ناریان مرناریان را جاذبند، نوریان مرنوریان را طالبند. پس ای یاران جان و ای پویندگان طریق بسم الله الرحمن الرحیم،
شما هم همچون خدای عز و جل بخشنده و مهربان باشید تا بخشندگی و مهربانی اون محبوب ازلی دم به دم بر شما هم تجلی کنه. ولیکن از منظر طریقت و عرفان اسم رحمان نمایانگر فیض عام حضرت حق و به نور هدایت الهی که از طریق جمیع پیامبران حقیقی از حضرت آدم صفی الله علی نبینا علیه السلام و تحیه تا حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که در قالب دینها، آیین‌ها، مرام‌ها، دروس اخلاقی، اندیشه‌های متعالی و آموزه‌های انسانساز و رهایی بخش الهی از ابتدای خلقت در جای جای عالم خاک ارائه شده گفته میشه و اصطلاحاً به این دین‌ها و آیین‌ها و قوانین الهی شریعت گفت. شریعت تمثیل کننده فیض عام الهیه و به مانند خورشید عالم تابیه که بیدریغ و در عین مساوات و برابری بر تمام جهانیان میتابه و بر همه انسانها نور افشانی میکنه. عزیزانم، در عرفان اسلامی به این نور هدایت ازلی و ابدی که نماینده نور جمیع انبیاء برحق الهیه و از سرچشمه وحی یا اتصال به ملک آگاهی یا جبریل امین جاری میشه حقیقت محمدیه یا حقیقت احمدیه گفته میشه و باید بدونیم که رحمانیت واسعی حضرت دوست باعث ایجاد تسهیلات حرکت برای یک سالک صادق از پایین ترین مراتب وجودی تا درک مأموریت زندگی و رسیدن به مقام خلیفت الله حضرت حق میشه. فرزندانم، در یوم الدین که روز ارزشیابی دینها و آیینها و مرامهای انسان ها خواهد بود، حضرت مالک یوم الدین از ما سوال خواهد کرد: تو از بین این همه دین ها و آیین ها و مرام هایی که از ابتدای خلقت به جهان عرضه کردیم از نورانیت و روحانیت کدومشون بهره بردی؟ و بگو که عاقلانه و عاشقانه و عارفانه و در عین بصیرت و خردگرایی عامل به کدوم یک از اطرق الله به عدد انفاس الخلائق شدی؟ در ضمن رحمانیت حضرت حق ایجاد کننده زمینه ای برای همشکل و همجنس شدن ما با اصل و فطرتمونه و این دقیقا همون قانون هماهنگیه و همانا فراموش نکنیم که اصل و فطرت ما راه بسم الله الرحمن الرحیم استش، یعنی راهی که رحمانیت رحیمیت عشق الهی در اون موج میزنه تا اینکه انشالله جز به کل، قطره به اقیانوس وحدت و مرغ قم شده به قله قاف آگاهی و یکی شدن با سی مرغ وحدت واصل بشه. و چه زیبا فرمود حضرت پیر در نینامه مثنوی شریف: هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. خب همسفران عشق، رسیدیم به بررسی مفهوم والای اسم رحیم از منظر طریقت و عرفان. رحیمیت حضرت حق یا همون فیض خاص الهی تجلی مطلق عاشقی خداوند به مخلوقاتش و تضمین کننده وصال نهایی جزء به کل و قطره به اقیانوس و عبد صالح به بهشت در وحدت حضرت دوست با نوید جان بخش یا ایت عن نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی هستش. عزیزان، رحیمیت حضرت الله تبارک و تعالی یا همون فیض خاص از دو منظر قابل بررسیه. اول از منظر سلاک حق پرستی که در عین حریت و اختیار کامل تصمیم گرفتند تا تسلیم محض جبر حضرت حق شده
و من فانی خودشون رو در پیش من باقی اون محبوب ازلی قربانی کرده و آشکار کننده سر موتو قبلا تموتو یا موت ارادی یا زندگی تبدیلی و یا حیات جاودان باشند. این سالکان صادق کسانی هستند که طالبند عاشقانه در عین اضطرار و در طی زندگی محدودشون در عالم خاک به درک مفاهیم نامحدود لا زمانی و لا مکانی و لا تضادی و تن واحده و صلح کل و شب قدر و رستاخیز و یوم البعث و یوم المجادله و یوم الدین و یوم الحسره و بهشت و دوزخ برسند. اونها مشتاق تجربه دیدار جمال اون محبوب ازلی و مقیم شدن در قرب بهشت در وحدت او قبل از بعث و نشور آخر زمان هستند. البته مثالش رو میتونیم در کلام سلسله جنبان طرق عشق حضرت حیدر کرار علیه السلام پیدا کنیم. اون مظهر و آینه حقیقت علویه و اون ساقی شراب کوثر و جاری کننده فیض خاص الهی و نور ولایت ازلی و ابدی فرمود: من هرگز خدایی رو که نبینم پرستش نمی کنم. یعنی ایشون به اهمیت مقام شهود و اشراق و دریافت آگاهی های الهی و جایگاه رفیع اتصال به عالم عقل الهی یا علم لدن و نوشیدن از چشمه نفس ملهمه و یا مقیم شدن در مقام الهام تأکید کردند. خب نور دیدگانم، همونطور که میدونید به قول اهل الله مزد اشتیاق و طلب وصال. حضرت پیر در دفتر سوم مثنوی شریف میفرمایند: گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زاندر برون آید سری، چون شینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی، چون ز چاهی میکنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک. و به قول حضرت لسان الغیب: گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. یعنی درسته که نتیجه این سفر انفسی به عنایت و به تلاش فردی و جستجوی شخصی نیست، ولی کن یادمون نره که فقط جوینده یا بنده است و اینجاست که نوع اول فیض خاص الهی برای این سرگشتگان بی سر و محبان این قمار عاشقانه معنی پیدا میکنه. همراهان دل، نورانیت و روحانیت هدایت خاص الهی و این علم حضوری از ابتدای خلقت تا کنون از طریق اولیاء حق الله و مرشدین کامل و پیران صادق و اساتید معنوی حی جسمانی و روحانی به سالکان صادق مشتاق طریق عشق و کمال الهی تفویض و تعلیم میشه. و باید بدونیم با توجه به اینکه نجات جمعیه و فردی نیست، این اولیاء برحق که حامل بار سنگین امانت الهی و مفتاح رهایی سالک از زندان نفس حیوانی و وسوسه های شیطانی و همچنین نجات دهنده سالک از عالم تضاد و دلگانگی این جهانند، بایستی خودشون در سفر چهارم از اسفار اربعه کمال قرار داشته باشند. این اولیاء الهی پس از رسیدن به این مرتبه از کمال آگاهی به عنایت حضرت حق و به اشاره باطنی حضرت فخر عالم صلی الله علیه و آله و سلم و به دستور مرشد کامل و مکمل خود با دریافت مستندات کامل ظاهر و باطن وظیفه به ارشاد و هدایت انسان‌ها گرفته و به مثال یک نی مجرای انتقال فیوزات خاص الهی به محبان طریق الله می‌گردند.
پس پر واضحه که اگر تشنه رحیمیت الهی به دنبال چشمه فیض خاص حضرت حق میگرده، طبیعتاً اون چشمه هم به دنبال تشنه میگرده. حضرت پیر در دفتر سوم مثنوی شریف میفرمایند: تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت میکشد تو گوش باش. پس هر آینه حدیث شق اول کلمه رحیم در ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم حدیث عاشقی و تضمین اختیاری وصال عاشق و معشوق ازلی و ابدی در جهان هستیه.